快抓。可是。نظر اون کافی ریختن. من همیچی پر میکنم. پر 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 نزدی هم شکی میشه. یه من 5 قاشق غذاخوری قهوه میریزم توی یه دونه. این قهوه از هم نسکاف از قهوه توی یه دونه ماک. ولی خب بعد نصفش بیشترم نمیتونه بخوره. وقت میگی کنم. من سر کار صبح تا عصر معمولا 10-12 تا قهوه میخوردم از دقیقا وقتی اینکه سر کار اونم بلک اصلا آدم لایفست یعنی سر کار منظورم سر کار مثلا میرین یه شرکتی کار میکن اصلا لایفست های آدم عوض میشه یعنی مثلا غذا خوردنت قهوه خورد منم منی که قهوه نمیخورم هم که سر کار 5-6 تا قهوه میخورم یعنی آخه آدم کار دیگه ای نداره یه جور تفریح حساب میده که مثلا از خوش میده پاش رو یه قهوه من راستش آووکادو خور نبودم از مایی که نزلی درست میکنه یعنی عاشق آووکادو شده اما سیامک کلن با سبزی و میوه سبز مثلا کلم، بروکلی، آووکادو نه مشکل دارم نه با سبز مشکل داری من فکر کنم نخود سبز نخود فرنگی نه اینا رو دوست نداری شاید به خاطر اینکه کم خوردی مثلا مامانت هم فکر کنم کم شد زیاد سبزیجاتی نبودی مثلا چیز تر فرنگی نه خب ببین مثلا آره دیگه ولی خب من فکر کنم مثل خیلی از آره ما ایرانی ها ذائقه هم اصولا سالم خور نیستش جنوبی ها یا شمالی ها با ترجیه ماهی ها اینا زیاد غذای دریایی میخوان چرا سالمه ولی به هر حال چربی و اینجور چیزا خیلی بهشون اضافه میکنم ولی خب مثلا ذائقه غذایی من حالا بیشتر به اینکه به خانواده مادری رفت به طرف خانواده پدری رفت چرا؟ چون ترکم بعد دیگه دستپخت ترک هم دیگه خوردنی دیگه یعنی کوفته تبریزی خورشتاشون و تحقیق دسر گیگاناخ 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 که میدونی چه؟ نه دوشم از سر صبحی بچه راستی ساعت الان 5:08 صبح اینم بهتون بگم و ما امروز چجوری بیدار شدیم ساعت 7 با صدای یارا که داشت گریه میکرد تو تختش میگفت شکلات میخوام فکر کنید مثلا شما رو یه نفر صبح با ندای یا شکلات بیدار کنه و واقعا هم دیگه تابش ندی آروم نشه ها بله این روحای بچه داری رو هم ببینید دوست داری که در شرف تصمیم بگیرید ولی خب این ولی خب این روحاش هم ببینید این روحاش هم ببینید ما یه چیز داریم ما یه گروپ هاک داریم بیای گروپ هاک بیا اینجا بودی گروپ هاک بیا بودو 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 مامی چه مامی بیا چه گروپ هاک گروپ هاک گروپ هاک کردیم آخ جون جون یارم میتونی همه رو ماچ کنی انتخابی نیست انتخابی نیست فقط تو هیلا جون لباسش رو عوض کرد آفا یارا تو هم خیلی تیشرت تو عوض کنی؟ آره باشه میخوای من بیام کمک؟ نه نه آخ قربون بشم با
باش هر کدوم میخوای انتخاب کن، اگه کمک خواستی صدا کن. داشتم چیزها رو جمع میکردم، لباسی که شسته بودم و داشتم جمع میکردم و حوله ها، گفتم اینو بهتون نشون بدم که چجوری حوله ها رو تا میکنم. حتما شاید هم خودتون بلد باشید، ولی خود من وقتی که دیدم برام جالب بود. مدلی که حوله ها رو توی هتل ها و اینا میپیچن اونجوری. حالا نمیدونم الان خوب دیده میشید که مثلا این حوله اول از یه گوشش این شکل یه مثلث، بعد این ورش هم برمیگردونید روش، یعنی یه همچین چیزی. خب این شکلی که شد پشت و روش میکنید، بعد از این ورش اینجا شروع میکنید اینجوری لوله کردن، بعد این دومش رو میدید اینطوری توش. بعد چه شکلی میشه؟ یه همچین شکلی مدلی که میشه. بعد اینجوری خوبیش اینه که توی حالا اون جایی که هولاتون رو میذارین هم اینطوری میتونید کنار هم بچین مرتب و تمیز. نه هیلا؟ میخوای یه بار دیگه نشون بدیم؟ آره چجه بازا من سریع نشون بدم خوی کنار. این ورگه مثلث اینو اینجوری میکنی، برمیگردونی تو هم بیا، بعد اینو لوله میکنی، بیا بازش کن. بعد تهشو حالا میتونید یا اینجا صف فیکس کنید یا دوباره برگردونی توش. مای دور میکنی؟ این شکل مای دور تو باش. خب یه تو با کن انداختم تو درد سر. بکنم تا یه ساعت دیگه ما اینجا باید حوله ببندیم، حوله باز کنیم. ببین یارا اول اینجاشو بگی، گوششو بیاریم پایین. اینجا گوشه گوش نه اینجا رو بگی. سب نه باز کن باز کن یار نیفتی از پشت مام. اینو میگیری ببین اینجا. خب اینطوری. حالا این اونجاشو بگی، بیار اینجا، بیار پایین، بیار آف. نه بس هم من خودم دوست نکنم یه چیز دیگه. بیا هنوز بازی تموم نشده یارا. بعد میچرخونی نه دیگه حوله ها رو دیگه نهاره حیله من اونا رو بستم. آمون ندو آخونه بست کنم هیچ نرکاشی. میگه چرخ پیش داشته راجع به چه صحبت میکردیم؟ سیستم اشتباه آموزش پدر مادرامون که میگفتن حتما باید به ریاضی بخونی، حتما باید تجربه بخونی، حتما باید علوم انسانی بخونی. این حرف ها مثلا من و نازلیم خیلی وقت احساس کردیم که واقعا مثلا الان توی این بوه زمان استعداد برکنه هیلا توی نقاشی درسته؟ استعدادش توی کارهای هنری و تجسم، توی کارهای هنری تجسم آفرین، چون مثلا کاردستی و مجسم و این هم خیلی دوست داره. بعد همه ما مخصوصا تو ایران مهد کودک بچه ها رو میخوام ببریم، حتما این مهد کودک رو میخوام ببریم، اگر نتونیم ببریم به خاطر بودجه زیادی که داره قصه میخوریم. چرا؟ برای اینکه اونجا میگن پیانو داره، ژیمناستیک داره، کلاس فرانسوی داره، باله داره، فلان داره، بمبارون میکنیم بچه ها رو. اونم در حقیقت همون طرز تفکر اشتباه پدر مادری خودمونه که بچه ما باید این بشه، مهندس بشه، دکتر بشه، فلان بشه، 6 تا زبان داشته یاد بگیم. ببینید تو خود از این ذهنیت رو بیاریم بیرون. به نظر من که حتما میخوایم بچه اون همه کاره بشه و اینو ببخشید و به نظر من خیلی وقتا به خاطر اینه که بریم بشیم توی جمعی بگم مثلا بچه من فلان مهد کودک میره، امسال کلاس نمیدونم فرانسوی میره، انگلیسی میره. من که طرز تفکرم اینه، من میگم شاید هم اینطور پدر مادرایی هم که بچه ها رو میفرستن یه مهدی یا مدرسه که مثلا همه 10 مدل کلاس و ایناست، میخوان که استعدادش رو پیدا کنن. خب در معرض چیزای مختلف اونجا بزارنش. آخه من میدونی چه نازه به نظر من شوه
بیشتر این مهد کودکای آنچنانی شد. ولی تو 100 درصد بگیرید. یه مقدارش شد ولی خب اینجوری هم شده. خب. ببین اینا خب مثلا میدونی چی میشه؟ نخیر مثل اون میشه که میگفتن پدر مادرمون گفتن مثلا من دوست داشتم برم هنرستان. نه نرفتم هنرستان من که جبش بود. آخه من یه کلاس فلان نرفتم. ببین مثلا الان هیلار خب ما در معرض یاد گرفتن موسیقی نذاشتیم. تو از کجا میتونی بگی که هیلا استعداد موسیقی نداره؟ به ما در معرض نقاشی و به قول تو مجسمه سازی و این چیزا زیاد گذاشتیمش و اینو فهمیدیم، ولی از کجا معلوم استعداد موسیقیش بیشتر از این نباشه؟ خب اونم مثال میزنم. بله ببین اول که میگم آدم باید معرض بشه در معرض، یا مثلا در معرض خب تو فکر کنی توی این مهد کودکی در معرض قرار میگیرن شیشتا پیانو و ویولون و فلان و این حرف میتونه بره مثلا اون دوست خوبه مومی چکار کرد دخترشو برد از آموزشگاه هایی که خوب. کلاس موسیقی ده و اونجا استعداد بچه پیدا رو کرد. پیدا کردن که توی چه حالا من همینو میگم بر ولی مخالف این هم که مهد کودکی 60 میلیون تومان در سال بگیره. خب حالا من مهد کودک رو نمیگم ولی در معرض کلاس های مختلف بله. گذاشتن هم زیاد بره. نه بمبارون نه فقط دیگه حالا چند تا فیلد آدم انتخاب میکنه پیدا کنه که بچه ده. ولی من واقعا بعدم یعنی ما به خاطر این جابجا شدن های زیاد همچین امکانی رو پیدا نکنیم، ولی شاید هم باید هیلار رو مثلا کلاس موسیقی و اینا قبال میفید. البته کلاس منظورم بعد 5 سالگی ها دیگه همه میدونن دیگه ما 100% مخالف هر نوع کلاس آموزشی تا قبل 5 سالم، چون واقعا حداقل چیزی که من دیدم از بچه خودم هیلا اصلا تا 5 سالگی امکان این که بتونه مثلا نیم ساعت یه ساعت سر یک کلاس آموزشی بشینه نداشت، مگر اینکه بیس کلاس بازی باشه. اینم ترند ولی حالا آقا من نقاشی افتضاحه خوشحالم که نقاشی تو خیلی خوبه. ما با هیلا نقاشی میبینیم مثل سیامک 8 سال 5 سال از استانبول. وای خیلی بامده. بچه ها بهتون از دیروز بگم که مثلا ما از شما خواهش کردیم که یه روز با ما استراحت بدین و این وسط بلاگ های پی در ماراتون بلاگ ها ما یه نفسی تازه کنیم، اما از دیروز براتون بگم که چقدر خوب شد که ما قرار نبود که بلاگ بگیم، چون اگر که از دیروز بلاگی گرفته بودیم اون بلاگ فقط جنگ تن به تن و جیغ و فریاد و دعوا میشد. دیروز خونه ما میدون جنگ بود قشنگ، اینجوری بهتون میگم هیچ چیزی درست از آب در نیومد دیروز، همه با هم در افتاده بودن، البته بجز من و سیامک. من و سیامک واقعا بزن به تخته همیشه با هم یه جوری به تفاهم میرسیم، ولی بچه ها میدونید من همیشه چی میگم، خیلی جالبه که همه میگن آدم خانوادهش رو خودش انتخاب نمی کنه ولی دوستاش رو خودش انتخاب می کنه. این شنیدین دیگه، همینه دیگه، میگن آدم خانوادهش رو خودش انتخاب نمی کنه ولی دوستاش رو خودش انتخاب می کنه. آره، ولی یه چیز دیگه هم که درسته اینه که آدم همسرش رو خودش انتخاب می کنه اما بچه هاشو خودش انتخاب نمی، یعنی تو وقتی که تصمیم گیری بچه دارشی شخصیت بچه ها، این که با هم چقدر تفاهم دارین، چقدر سازگاری دارین، بچه ها مثلا چند تا بچه اگه دارید اونا با هم چقدر تفاهم دارن، اینا رو که کسی به شما تضمین نمیده. شما میتونید همسر آیندهتون رو خیلی خوب بشناسید تا یه حدی حدس بزنید که توی زندگی مشترک با اون توی خونه چقدر با هم تفاهم دارید، ولی در مورد بچه ها همچی چیز نیست. این بچه ها شخصیت هاشون و اینا در واقع هندونه دربسته است. خلاصه من بعضی وقتا که خیلی در میافتیم، چه ما با بچه ها چه خودشون با هم، به این فکر میکنم که ببین این همه من توی انتخاب همخونم که سیامکه سخت گرفتم و سعی کردم که مثلا یک کسی باشه که خیالم راحت باشه که توی خونه آرامش داریم، ولی الان در حقیقت خیلی وقتا به خاطر بچه ها
آرامش از خونه رخت میبنده. حالا آرامش به معنی کلمه‌ش را، یعنی مثلا صدای جیغ، دعوا، قشقرق، همین چیزایی که تو همه خونه‌های بچه دار هست دیگه. خلاصه من میخوام اینو بگم که همون جوری که آدم در برخورد با اعضای خانواده‌اش، یعنی مثلا خانواده‌ای که توش به دنیا آمده، مجبور محکوم به این که یه راهی برای تفاهم باشون پیدا کنه، در مورد بچه ها هم همینه. یعنی اگر که بدشانسی بیاره و یه وقت با بچه ها تفاهم اخلاقی نداشته باشه، باید یه راهی برای مدارا پیدا کرد دیگه، چون این بچه ها چند سباهی بیشتر توی خونه ما زندگی نمی کنن و خیلی زود بزرگ میشن و خدا حافظ هر کی پی زندگی خودش. ولی به هر حال بعضی روزا هم مدارایه در میره از دست آدم و گفتم به خونه به میدون جنگ تبدیل میشه. روسته بگیم مامی هپی مادرز دی. خیلی رفتن گل فروشه بسته بود، دفتم بستنی بخرم، گفتم آقا بستنی بگم، پلیس ریخته بود فروشگاه رو بست، به منم بستنی خیلی خوب آمی بستنی رو بزا زمین، گفتم خیلی خوب. های فاملی ها بکنم یارو کار خلاف کرده رو جوین که چیزی شد. نه من گل خرم گذاشت اینجا ایلا. آه این قشنگ ترین گل جا که تا حالا تو زندگی گرفتم. هیچ امید نداشتم امروز به من گل بده. احساساتی شدم. آه چقدر قشنگن. مرسی. چه خوشی هوای همچین برنامه‌ای داریم که دارکه. خب ما یعنی چی؟ یعنی وقت خوابه. بچه بای بای کنین بریم بخوابیم. با این نگاه با دوربین. بای بای. یارا بای بای کن بریم بخوابیم. نه Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Makes me feel like crazy. Makes me.